درود فراوان، امشب اومدیم حفاظ یکی از محله های خیلی قدیمی و خوب داخل نارمک. میدونیم که هسته اصلی نارمک از همینجا شکل گرفته، محله حفاظ. میدونیم که یکی از بورس‌های خرید برای کل محدوده شرق و شمال شرق و اینجا مطرح میشه، واقعا شلوغه. امشب هم شب پنجشنبه است بعد یه بارون شدید. در حال حاضر که اسم میدون حفاظ شده نبوت، اگه یه موقع اسم نبوت هم شنیدید همون میدون حفاظ. حالا ما این قسمت رو میریم بالا، بعد رو به پایین هم میبینیم که حسالش چجوریه، چه خبره، مردم در فکر خوبن. یه جوره میشه گفت که خیلی سرزنده است این محل، یعنی مخصوصا این قسمتش پر از مغازه‌های پوشاک و ویتامینه و رستوران و فست فود و مجتمع تجاری و همه اقسام مجتمع تجاری اینجا هست و کلن میتونید خودتون مشاهده کنید که چقدر شلوغه. یکی از خیابونای معروفش همین مهرانپوره، البته داخل محله میشه. حتما در ادامه با من باشید که بعد از اینکه اینجا رو چرخیدیم میریم سمت دور خود میدون حفاظ، از اون سمت هم داخل خود میدون میشیم ببینیم چه چیزایی تغییر کرده تو میدون. برگردیم به همین جایی که داریم در حال حاضر قدم میزنیم، میبینیم که پر از مغازه‌های پوشاک، جمعیتی که میشه گفت خیلی زیاده. یعنی اگه این عرض پیاده رو بخوای حساب بکنی تقریبا میشه گفت 5-6 متر عرض پیاده روه با یه مبلمان خیلی زیبا کنارش، که حالا عزیزانی که خسته میشن میتونن اونجا استراحت کنن و به قول خودمون لذتشو ببرن. ولی در کل جزء محله خیلی قدیمیه، میدونید 50 سال پیش توسط مهندسین فرانسوی ساخته شده، یه جورای شطرنجی. حالا به غیر از میدون خود حفاظ 100 تا میدون دیگه به همون سرسبزی وجود داره، یعنی واقعا دو تا محله خیلی 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 مهندسی شده است. علاوه بر اون هم میشه گفت همه میدونا یا همون فلکه ها به خاطر بار ترافیکی یه جورایی میشه گفت درست شدن، ولی این فلکه یا میدون حفاظ بیشتر جنبه یه جورایی میشه گفت عبور مردم، یه جورایی اتفاقای جریان اجتماعی که توش میفته باعث میشه که از نظر اقتصادی یه رونق خاصی داشته باشه. الان خودتون هم میتونید مشاهده کنید که ببینید چقدر جمعیت در حال عبور و مروره. حالا یه عده خرید میکنن، یه عده تماشا میکنن، بستگی داره دیگه. یه دم خب میرن داخل کافه ها و حالا نگاه کنید طبقه بالا قشنگ تو کافه نشستن و لذت میبرن. داد میزنن برای اینکه وارد مغازه هاشون بشی. حالا یه عده از این شلوغی پیاده راه میترسن، البته الان با نزدیک شدن به پیک ششم کرونا اومیکرون یه ذره هم خطرناکه. من خودم الان 3 تا ماسک دارم، اگه صدام یکم بمه به خاطر همین. خیلی جالبه ببینید چه جمعیتی میان برای خرید. البته این ور به نظرم شلوغ‌تر از اون دست خیابونه، حالا دلیلش میتونه این نورای بیش از اندازه اینجا یا شلوغی مغازه یا مغازه‌های بهتر این سمتش، حالا نمیدونم. حالا دوستانی که به اینجا مشرف هستن حتما تو کامنت ها به من بگن که دلیلی که این ور بار آدمایی که ازش رد میشن خیلی بیشتر از اون سمته.
الان مثلا جنس این کیف هایی که میبینید از 125 تومن شروع میشه تا 500 هزار تومن 1 میلیون تومن، همش زده حراجی، ولی خب قیمت هاشون این چیزی بود که من بهتون گفتم. این بساطی که شما می‌بینید تقریبا ساعت 8 شبه، این جریان حداقل تا 11 12 شب هست، ولی میشه که بیاید 11 به بعد دیگه بیشتر مغازه‌هایی که مثلا آب میوه و رستوران و اینجور چیزا بیشتر مشتری دارن. حالا یکی از راه‌های خیلی راحتی که میشه به اینجا دسترسی داشت مترو سرسبزه، که تقریبا میشه گفت اون دست خیابونه. حالا نزدیک اتوبان رسالت شدیم. حالا این اتوبان رسالت هم فلسفه داره دیگه، 3-4 تا اس عوض میکنه تو هر محله‌ای که وارد میشه. حالا این فضای عقب نشینی بیشتری داره دیده من، تقریبا میشه گفت 10 متر پیاده روه با همون مبلمان و یه جریانی اینجا در حال عبور و مرورن که شما به خوبی میتونید احساسشون کنید. سمت خیابونم برگردیم به میدون، دور میدون میچرخیم و بعد وارد خود میدون میشیم. امیدوارم تا به این لحظه لذت برده باشید. این سمت هم که میدید همون ایستگاه مترو، اینم که آرمشه که نشونه این که اینجا ایستگاه مترو. بریم برگردیم سمت خود میدون حفاظ. داده مانتو فقط 99 تومن. بعضی قیمت های اینجا خیلی مناسبه، یکی دلیلی که این همه آدم میاد اینجا فقط قیمت های مناسب و کوالیتی جنس هاست. یعنی شلوار گرم کن زده 99 تومن، کفش و کرتونی 190 تومن، نسبت به قیمت های الان خیلی خیلی مناسبه. یه چیز جالب که میخواستم بگم، وجود این کافه رستوران هایی که تو الان این بالا میتونی ببینید، یه نمای خیلی زیبای شیشه‌ای داده و دلواز، همه اینا باعث میشه که اینجا از نظر اقتصادی از نظر هیاهو انقدر شلوغ باشه. یه بارون خیلی خوبی هم باریده، هوا خیلی ایداله، ترتمیز، نه خیلی سرده نه خیلی گرم. البته تقریبا میشه که هوا مثبت 1 مثبت 2 درجه است، یعنی بازم سرد محسوب میشه. درسته خدا.
خیلی دوستان گفته بودن که از محله شرق مثل هفت‌حوض، مثل پاسداران، مثل پیروزی، مثل چهارا کوکاکولا ویدیو تهیه کنم، همه رو به چشم براتون میذارم. امیدوارم تا به این لحظه لذت برده باشی و تشکر کنم تک تک دوستانی که تا به این لحظه من همراهی کردن، چه با نظراتشون چه با انتقاداتشون، باعث میشن که من روز به روز پیشرفت کنم. اینجا هم دارن یه پاساژ میسازن و همین نورش کمتره و شما میبینید که باز هم این بار ترافیکی بود. یه چیز بهتون بگم، اینجا پر از دست فروش میشه تو این تایم، ولی به خاطر اینکه بارندگی بوده اکثرا دیگه نیومدن، تازه بارندگی قطع شده، به خاطر همین نمیبینیشون. این سمت هم که میبینید مرکز خرید نبوته، بارندگی باز داره نم نم شروع میشه، قطرهای بارون رو دارم رو سر و صورت هم احساس میکنم، احتمالا تا چند دقیقه دیگه شاهد بارون شدید بشیم. پراشکی داغ، سمبوسه، دونه 10,000 تومان. محسن و سیب زمینی و همه چی پیدا میشه دیگه. من توی هوای زد هم تا لبو و باقالی اینجور چیزا هم هست. تقریبا میشه گفت به میدون نزدیک شدیم. بریم دور میدون یه چرخی بزنیم و یه خاطراتی برای بزرگی دوستان زنده بشه و در ادامه بریم داخل خود میدون. بارندگی داره یواش یواش شدیدتر میشه، دونه هاش سریعتر میاد، برای همین هرچی بارون شدیدتر بشه خب مسلما مردم زودتر برمیگردن میرن خونه هاش. واقعا یه زیبایی خیلی خاصی داره میدون نبوت یا همون میدون هفت‌حوض. اگه من هر دو تا اسمشون میگم به خاطر اینکه بعضی دوستان اسم قدیمیشو خاطرشون هست، بعضی هم اسم جدیدشو، ولی بیشتر میتونم بهتون بگم که با اسم هفت‌حوض میشناسن اینجا رو. Thank you.
می‌بینید که بارندگی دیگه داره شدید میشه، مردم هم دارن با عجله رد میشن و برن سمت ماشینشون یا خونه هاشون. اینجا هم که یه مرکز خرید زدن به اسم 7 سنتر، حتما از اونجا هم به صورت مجزا براتون ویدیو تهیه میکنم. یه حس خیلی خوبی داره آدم زیر بارون قدم میزنه، مثلا بوی بارون، بوی این نم نمی که حالا اون تبدیل شدتش داره بیشتر میشه، باعث میشه که آدم حس حالش عوض شد. من با اجازهتون یه لحظه ماسکم رو برداشتم دوباره گذاشتم سر جاش، یه لذت مختصری از این بارون ببرم. فردا حتما هوای تهران خیلی ترتمیزتره. قسمت طلاس جیبرالاته، میدید که خانم ها علاقه بیشتری نشون میده، علاقه دقیقا منطق همین رو باک میکنه. اینجا دقیقا همون 7 سنتریه که بهتون گفتم. خیلی دوستان خب شاید ایران نبودن اینجا ساخته شده، یکی از مرکز خریدار خیلی خوب تو شرق تهران محسوب میشه. یه تیکش هم که میتونید بیشتر بورس طلا و جواهر و این چیزا هست. خب بریم داخل میدونش و میدونید که فلسفه این که اسم اینجا رو گوشتن حفظ، وجود هفت و حوز داخل این میدون یا فلکه بوده. یه وایساد اتوبوس نمیدونم چه اتفاقی افتاد. داشتم بهتون میگفتم این اتوبوس یه وایساد رشته کرده دستم در رفت. یکی از دلایلی که اینجا اسمش رو گذاشتم هفت حوز، وجود هفت تا حوز داخل این میدون بوده که حالا به مرور زمان میشه گفت تعداد میدون ها بیشتر شده. و این هفتار کالات پلکانی داره. بارون خیلی شدید شد، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی، بدرود.